توی این ویدیو میخوام انواع سلکشن رو با هم دیگه بشناسیم. با من همراه باشید. سلام بچه ها، من نهال هستم، یه آموزشی دیگه خوش اومدید. توی این ویدیو میخوام انواع سلکشن رو توی سینما 4D با هم بشناسیم. با من همراه باشید. من اینجا یه سری مکعب درست کردم بچه ها که همه رو ریختم رو سر کله هم دیگه و اینجا میخوام بهتون سلکشن ها رو نشون بدم. ما تا الان با این گزینه سلکشن عادی کار میکردیم که این گزینه سلکشن همون لایف سلکشنه که شما با حرکت دادن موستون میتونید هر چی آبجکت که میخواین انتخاب کنید و به شما نشون میده که این آبجکت ها چی هستن. ببینید الان من همه اینا رو با هم دیگه انتخاب. گزینه بعدی سلکشن رکتنگل سلکشنه، یعنی شما یک ناحیه رو انتخاب میکنید و اون قسمت هر چی آبجکت توی سلکشن شما باشه انتخاب. حالت بعدی سلکشن لسو سلکشنه که شما با کشیدن یک خطوط مشخصی یه سری آبجکت رو انتخاب، یعنی با حرکت دادن موستون ببینید هر چی توی ناحیه باشه رو انتخاب. قسمت بعدی سلکشن ها پولیگان سلکشن. پولیگان به این صورت کار میکنه که هر جا که کلیک کنید یه دونه خطوط و یه دونه زاویه براتون درست میکنه. میتونید هر چند تا که دوست داشته باشی زاویه داشته باشی و وقتی دکمه اینتر رو بزنید اون ناحیه که شما انتخاب کردین سلکت. چیز دیگه که در مورد سلکشن میخوام بهتون بگم اینه بچه‌ها، ببینید من الان اینا رو انتخاب میکنم مثلا و بعد احساس میکنم که این مکعب هم باید تو کارم اضافه بشه. اگر شیفت رو نگه دارم و دوباره سلکت کنم این مکعب هم به کار من اضافه میشه، ولی اگر کنترل رو نگه دارم و یکی از آبجکتامو انتخاب کنم اون آبجکت از کار من حذف. به همه راحتی با درست انتخاب کردن توی سینما 4D میتونید آبجکتاتون رو خیلی راحت‌تر انتخاب کنید. اینو دقت کنید بچه‌ها که سینما 4D آبجکت‌هایی رو بهتون پراپرتیش رو نشون میده و تنظیماتش رو نشون میده که شما انتخابشون کرده باشید. پس برای اینکه درست بتونید انیمیشنتون رو انجام بدید، درست بتونید مدل سازی کنید، باید دیگه درست رو انتخاب. آبجکت‌های مختلفی رو توی صفحه‌تون ایجاد کنید و با سلکشن‌ها کار کنید تا اونا رو بهتر بشناسید. امیدوارم از این آموزش شما خوشتون اومده باشه و براتون مفید باشه. منتظر ویدیوهای بعدی مجموعه باشید. دوستتون دارم. فعلا خدا.